شنوندگان عزیز بازم خوش آمدین. ادامه امروز کار ما هم هست. آمدیم در باغ نمله. ممله مردمی که زیادتر میشناسیش ممله و یک چیزی که ما از خود عمری صاحب که خود به زحمت ساختیم که در مورد باغ ما معلومات کافی نداشتیم. این باغ از چه زمانی هست؟ چرا نامش نمله است یا ممله هست؟ و در چقدر زمین ساخته شده؟ ای دوما مردم از دیگه جای ها میان یا نمیان دیگه والله اعلم. منتها ما یک فاصله بسیار دور و دراز طی کردیم تا که به این نقطه خود رساندیم و نیت داریم که بخیر از اینجا بریم طرف همین قسمت های باغ. این قسمتی است که تازه دیگه در محوطه باغ داخل میشین دیگه که سرک از باز میری طرف دستراز دیگه زمین های از مشابه بسیار دور است. عمری صاحب بیاین شما یک دفعه بسیار معذرت دیگه. سلام صاحب. بازم خسته نباشین. صبح شما بخیر. انشالله که جور باشه. دهیدم بخیر. خجوری. انشالله خیلی تیده. نگی هیلی. الله مرو قب جور لره. منگه ده خوگیانی ولسوالی ده مملی پکیلی که قرار لرو. چه دقا مملی باغ ده شاه جهان پادشاه پا وقت که ده خپل لور پا نامه. ده نمله پا نامه جور کرده. اصلا نمله است نی؟ اصلا نمله ده. اصلا باز ما میم میگیم دو میم لاره در نمله پناما در شاه جهان پاچا لوروا او دلتا دغه باغ در شاه جهان پاچا په وخت کې په یو لکو دو وی زرو 500 متر مربع کې جوړ شوی دی چې دغه تا د شاه جهان پاچا زوی داراشکو نومیدو چې هغه یو شعر ویل دی چې اسم من داراشکو است یک باغ ساختم در بیخ سفید کو نو دغه دغه تیګه وس نشته ده خو په خوا په دغه کې دلته یو تیګه جوړ شوی و چې دی په حق شوی و ولته خود شوی و نو فکر کوم چې دغه باغ په ګډه سره به د نږدې نه وګورو او نور به څه معلومات به ځان سره او په ګډه سره شریک کړو. خوبه از رفتن خو من میرم یک چیزی که در ذهنم گشته باغ که به یک بزرگی و به یک کلانی که هست آیا باغی است که تو درخت های میوهی هم داره یا مکمل از این درخت هایی که در پشت سر ما هست از این میوه است؟ گرانه دا در بخش یه تاریخی اقتصادی او زراعتی باغ ده او همچنان یه تفریحی باغ هم ده چه دلتا یعنی مردم میان خلق مونگ چه وقت که گزارش اخشته و پا میاشت که در زور کسان اضافه دلتا رزی او د وس خو تعداد به زیات شوی په دې چې امنیت راغله او ورځ په ورځ سیلانیان د نورو ولایتونو او خصوصا په ژمي کې دلته زیات راځي. دغه موسم دلته چې دی اوس ښه دی خو په اوړي کې یخ موسم لري په اوړي کې هم زیاتره خلک دلته راځي او تفریح دپاره. خیر بریم پیشتر بریم که ما همیالا مشتاق عزیزم که باغ ببینم چرا راځی چې سره په ګډه وګورو دا مملی باغ چې څنګه موقعیت لري او څنګه دا ساختمانی لري او څنګه تقسیمات شوی دی د دې په دننه باغ کې. بیننده عزیز یک چیزی که ما شاید مرا چی هم میتونه جلب توجه بسازه این قسمت سرکی که ما روان هستیم دو طرفی زی به شکلی درخت ها هست و یک زیبایی خاص دیگه به میخواد جاده داده. امیر خمسنی بله 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 این درخت های صبر بسیار سابقه که در اینجا دو طرف شسته و صبری بسیار مقبول که همیشه دیگه سبز است همیشه این خزان نداره صبر نی؟ خزان نداره. باز یکی دیگه بیننده عزیز این فکر بکنیم که ما تازه تازه داخل از این محوطه شدیم جای دیگه اوجه پیش زیاد داریم که ما شما نشون بتوم. خوب از بیانیم تا قصه کده بازم طرف میریم. بله خبر داد چې دغه باغ په خوا د افسانو او قصه او په حساب دغه باغ د خاپیریانو باغ هم په نامه مشهور دی او کله کله داسې دا خلک وایي چې دا د بدر جمال خاپیری جوړ کړی دی دا باغ او دلته د جنیاتو د خاپیریانو د جاله وه دا باغ هغه جوړ کړی دی. داسې بعدې خبرې نورې هم شته فلکلوري قصې دي چې هغه بیا په دې لاره کې به قصې وکړو. خاپیری شادختا میشه دیگه نی؟ بله امی اینطور است که میگفتن که سرزمین جنیات است و این جنا جور کرده و بلا همه بدیر جمال کدام جن بوده و این آمده جور کرده ای باغ میتو یک قصه های عجیب و غریب مردم سابقه قصه می کردن والا خیلی یک گفت هم هست عمری صاحب
مردم های سابقه که قصه میکنند من از مساحت ترسخور شدن یا دیگه یا گپ هست ولی همین از سابقه مانده بود آسیا بود نی؟ همین آسیا با معمولا در بغلای دریا یا در جای میباشه که دور از خانه میباشه دور از خانه و باز فضای آسیا یکم ترسناک است بله همین رقم هست یا نی؟ اونجا مردم حتما چیزی دیدن که میگن ترسناک است حتما مردم سابقه و اینجا بعضی چیزا رو دیدن بعضی روشنایی رو دیدن بعضی گپا رو دیدن اینجا که در شو اینجا نه مسئله روشنایی بوده و نه مسئله چراغ بوده ولی اینجا بعضی سفیده دیده که اینجا روشنی است و ساز و سرود است و فرزن بعضی گپای دیگه که موی سفیده دیدن قسمه ای کنن با امید از اینکه اینجا کلام موی سفیده ببینیم و ایره از دان خودشان بشنویم که چه قصه بوده و چه تو بوده بیا انشاءالله که ایره پیدا میکنیم جالب خواد باشه بر شما بیننده عزیز بر صورت یک چیز دیگه که در این باغا که از این حکایت ها و از این داستان هاست تا جای تو فکر میکنم شاید حقیقت داشته باشه این قضیه چون در بعض جاهایی که تو ساحه وزنی میگنش وزن داره و ساحه جینیات گرینگ است وزن که داره گرینگ است به این معنی که جینیات از اینا وجود داره حتی در بعض باغای هست که میتونی میوه های بی پر از مردم تیروپیر میشن اما از اون میوه کنده نمیتونن این قصه است که در ولسوالی علسای یک منطقه است به نام صاحب زاده خیل در اونجا اون کسی از زمین های از اونا از درخت های از اونا میوه کنده نمیتونه بدون اجازه صاحبش که صاحبش در جریان نباشه بله اتو کسی هم بخی قصه کرد میگه من امو او زمان تو جولیگک ها بوده بسته میکردن بازیره بالا شده بوده درخت زردالو زردالو کنده بوده ماما این قصه میکنه دیگه البته ماما قصه میکنه میگه بالا شدم در درخت زردالو کنیم بدون اینکه من دیگه پر بالا شده بودم میگه خوب سه همی زردالو پر میشه همی تازه که میخوایم از درخت پایین میشم سه میکنم زردالو غایب است خب یک دفعه شد دیگه دفعه این کار را کردم باز هم تو خالی شد باز دیگه دفعه این کار را کردم باز خالی شد دیگه دفعه که می ترسیدم کم کم میگه احساس ترس کردم تیم سر دیوال خود انداخت میگه کم کسی فکر میگه تیله میکرد این طرف در زمین ها انداخته بودش او تو جای هست شاید اینجا هم که قصه که میکنن که دستی وی چه داد خاپیره و باغ ده و خاپیره و بوده جمال دا باغ جول کرده ده و دا قصی افسانه رو تا دیری دی او دا بعض زین رو دستی خواب شده شده فرزن پا سرگ چه سرگ او تالی دستی زین رو تشتا چه یو لس قدم اخوانی شد لیتا نه بلخوتا انحراف کهی دستی زین هم شده رو تا دستی خبری هم دلتا شده خب ما یک سفیده پیدا بکنیم که او بر ما جالبتر قصه کنه برای ما دیده داشته دلتا یسپنگری رو پیدا کو او د دغه د باغ د تاریخچه او د نور معلومات په کله موږ سره د خپل راز او بخیر بخیر حتما شما بینده باشین که ما یک ریسپی پیدا کنم با یگانه قصه داریم دیگه ما د دانه دروازه باغ رسیدیم سال سی تاسو خیر استه مجاهد څنګه جوړه خیر استه دوستان خیر دا نو د باغ مسولین دي او دلته د دې حفاظت لپاره دی ولر دي همیشه الله دې دوی همیشه ژوند لري او موږ خوشاله یو ترې زه په خپل ځای د تاریخي عبادت او مدیر ما نو ډیر زه خوشاله يم چې د دې د باغ حفاظت لپاره دی همیشه همیشه ولر دي او خدمت خلکو خدمت لپاره نو موږ که اجازه موږ لاشه د باغ وګورو اجازه ده تاسو په اجازه ورور اساس په اجازه عمر صاحب اوس چې د خبرې وکړل زه چې نګرار ته راغلی یم جلابات کې اکثرا دا مثلا خوسته چې تللی وو ملګری داسې غېږ داسې نه ورکوي داسې لاس مخته وړي همداسې څه ورته ستړی مشي کوي ولې داسې غېږ نه ورکوي داسې دی خا چې دا د کله چې موږ سره خپل ملګري مخ شي نظامي کې موږ نه بیا په غېږ ستړی مشي کوو نظامي کې نظامي ته نه یعنی ما پټول می ویل نه ته هدف ته نه ویل عمومي مې مسلې انا نه زمونږه زمونږ انا نه دا دي چې موږ چې ته زو نو سپینګر سره غي ورکو ها اته بعد یو ست داسې دي چې درې ور داسې درې زری داسې داسې اخو دې خوازان کو چې سلیم شي وکو خو وسه چون نظامي ورونه همیشه
چا سره ني بیا ملکی ورونو سره غيغه پدينه ورکی شي هغه ني هغه ته اجازه ني وي شي غيغه ورکی شي زادت د چي مرګري راشي اسو مرمر شي په غيغه ستليمه شو ډېر زياته مننه مننه ولله قربان شم سلامت سي په اجازه په اجازه الله دې جنتي کړه مننه قربان شم السلام علیکم بینندو عزیز ما د داخله باغ اومدم باغ نمله است ولی اید چهار اطرافش من متوجه درختای شده من گفتم که در بیرون بخاطر با آدم معلوم نمیشه ولی در داخل باغ متوجه بسیاری درخت های دیگه شدم در اینجا حتی یک کشتزار هاست که معمولا کشت کردن مردم در اینجا نرگس بوتی دی نرگس گل بوتی دی اینیا؟ بله او خب بوتای گل نرگس هست در گل نرگس بوتی دی شپ مشهور در مملا باغ شده در نرگس در گل پا نامه دیر زیاد مشهور دی و دیر غلطی اونی دلتا شده ده او خواه دمی میو این درخت ها بخی رقم عجیب مول میشی درخت ها درخت های چی هست؟ درخت های او طرف شکست و درخت های لوکات هست و او طرف تر شکست درخت های نارنج و مالتا و ایگا پاست هست دیگه اون در درخت طرف شکست انار هست و ایجا ای امو باقی که در اون وقتی که جور شده بوده در وقت شاه جهان پادشاه و نام دخترش نمله ای یک باغ بسیار تاریخی و بسیار خوب بوده در وقت زمانش و دی تو یک دشت و بیابانه که هیچ چیزی وجود نداشته ایجا می گپای چمنزارایش جور کردن و ایجا فواره جور کردن و ایجا جای بعض تخچه های شمع جور کردن که اوجا از نزدیک ما رو می بینیم که وقتی که یک گپ دیگه که زتا است دست او بیمه چه خبر کله چه ده عبدالرحمن خان پا وقت که عبدالرحمن خان دلتا راتلن نو دلتا دو معنی جوڑی کری دو قصر ساخته بوده؟ دو معنی جوڑی کری چی یو خیل هسته یو چپ هسته دلتا کل چک پل طول و اراکین سر دلتا راتا دی ملی دفاره نو دی شپی پا دقا تخچو که چه دلتا باید مگو تاسو گورو دا با دی شم ارانا کولو او فواره براوان و دا با دی سیمی یا خلا جاتا خکاره کولا شکل سلطنتی بوده دیگه اونو دا دی عبدالرحمن خان دی وقت داغ سی دو نور قصه هم دیشه فواری دلتا شتا ده بیا بدون زیر او گورو ده خبر خب بینیدو عزیز ما اما موضوع پیشتره که در مورد جنیات و یا ساحات وزنی یاد کردیم اینی درخت ها سابقه شاید بسیار طولانی داشته باشن یعنی چند سال هم باشه گرانه دستی دیشه داغ بخ پیوزرو شپک پنزوسم کال که هجری قمری دی شبان پر میشکی داتا سی شویده خوب و اینی فکر رو کچه دیر کلو نکیگی این در اختام از همون زمان هست دمقی زمان نه دمقی ده وقت نه بازی ساعت که وزنی نباشه کجا باشه کجا باشه یک گپی بسیار مهم دیگه که ما دی اینجا داره میکی هست که عمری شی مجدی سیب که دی اینجا بعضی افسانه ها زیاد شده ولی اینجا بعضی قصه هست که اینجا چشم خدا بسته میکنی در این میجه در این ساحه باز در میرایی که میری از سه درخت و سلطر رفته نمیتانی این میجه بگه که این میجه بعضی سریات چشم بسته چشم بسته ولی فرق در این جا که میری چشم بسته هر تار جای رفته میتانی ولی در اونجا که میری بعد از این سه درخت یا چهار درخت دیگه باز رایت انحراف میکنی به یک طرف دیگه میری این حالا اینا میگه که اینجا جنیات و یا ای نمیمانه که پیش بری یاشت از جنیات زیاد گفتیم ما رو نترسان و مریض بله بله نه پیشتر میریم من آمدم امرای عمری صاحب پیشتر ولی اید داخل باغ سماوار ماندن در اینجا السلام علیکم خیر علی خانه کامیز در کابل باری جای باشی هر دقیقه مجبور در پولی از این خدا بگیری که باش من خدا گرم بسازم السلام علیکم سر مشه جوری خیرتی ده خجوری السلام علیکم جوری خیرتی ده دی خوارش پیره دی خوارش جوری خیرتی ده نم دیره تو هم؟ نم سمیولا سمیولا جان در غرفه تا دلت شده ماشاءالله ایت یک جای جور کرده باز جالب ده این طرف غرفه این طرف هم ساماوار اون طرف هم کمرا یکان سلاح پلاستیکی هم از اونه مونه یکان سلاح چوبی هست هم دست ده؟ خم تو کلا کیش دلتای دوکان داری؟ یاری تقریبا ده سی کیگی سلو پینزه کلا کیگی
سلور پینزه کالا کی پینزه کالا به پوری کی گداسی پینزه کالا جم کالی روان دی خا سلور پینزه به نه کالا کی کنا نه نه کالا نو کی پینزه سلور کالا شوی پینزم روان دی خا پینزم روان دی پینزم روان دی کور دی به چرته شخوار مملکه دی خا ای دیگه کسی ممکنه میجا خرد کلان شده باشه سه دور دل دی باغ پاره ولا باغ پاره خو ډیر سر پلارونه سپینګری به تاسو قصې مسی به کړی ودی دی ځای دا خو ډیر غټ تاریخ لري د شاه جهان پاشا نه دی خو ته تاریخ لري او ډیر غل لري چې وایت لري نو دا عجیبات راته وای سرقه مې لکه په خاب مونږ نه شاورې دلی چې وای دی کې خاپری ولې او نور پیران لري او غل لري خو سغه په خانی اثرات نشته دی جنگونو وجه نه ولا دا ونه چې ګورو موسم شاید جنیات وي دا ونه چې سابقه او سابقه لري کنه دوره دی نیوی کله کله مثلا د سده شوه چې تر غلې د سماور د خپل لګول سوي وي نه غس نه شي نه دي شوی کنه زوروي خو نه نه زوروي خو نه خو مخ کې دلته مونږ وظیفه ولا مخ په دې بر کرول کې وظیفه ولا شپې به چې مونږ غزمه کوله مونږ سره به یو غاګ به کېدل روانې یو هغه به کېدل کنه شپې د خوانه خو نور داسې چا جبید چشم بسته میشه و تا به سه درخت تو سرفتن نمیتانی اینو میجه یک عملی یک گفه میبینیم که اینجا؟ اینو میجا که چطور است درست است؟ شاید جالب باشه بر شما بیننده عزیز چشمتا که بسته بکنی راه ایجا موار است اونه معلوم میشه را اما سه درخت تو طرف رفتن نمیتانی یکی چه رقم قضیه است؟ گمش که گذشته از او گفه یا پیشتر آمدم یا اوجه خب از خواد رفتیم اینجا اینه یعنی هر کسی که اگه بخواه بیا اینجا هم عکاس است هم سلاح است ای که تو ایران مدعی چه هم دیده بودیم در مرکز مو... بله یک در باغ سراج الامارت هم این رقمی متوجه شدم یک نفر از رفیقم و میخویم سلاح را مانده بر صورت تو بیا امو اینی جاست امو جایی که گفته بودی اماری صحیح میگن که چشم بسته کنیم و از این باغ ممله دیگه بسته درخت تو سن رفتن نمیتانی اینی میجا عملا میبینیم که یکی را چشمش بسته کنیم که آیا راستی هم میتونه او سرفته یعنی زه فکر کنم ما چه ما چشم خود بسته میکنم تاسو سعی ده خبر ده رازه چه او گورو چه دسته استرگی و تلو تسنگ تر کمجی پوریت لیشی ده تسنگ ده حقیقت ده او که نه ده او که نه ذهنی سوک تلیشی از اینجا باید امو تو؟ بله ام دیدی نه باید باید لرشی سر تر دری او نه پوری اخوان سر نشید لیشی خواب ده خبر ده قصیده نه اکثر دوستان سالورم مونی تا زی او پینزه مونی پوری زی خو بیا لار تغییر کیگی و مسیر یا با دی خواه دی افشار خواه تا غرزیگی یا با پتو خواه تا غرزیگی حالا من نفتم که آگار نشم من پتا با غگو کچه رو را که تا ایتا لار مسیر خراب شد و بیا بسیر باش من اگه امتیان میکنم امیره بگیرم بگیم بسته شد زی فکر کنم چه دابلو تلو خو مجددی سی گوره شه وینو گوره گوره ده به سخته وی گوره ها صحیح ده باش دو قاطش انا ده خیر ده بیا بستاو کم خیر ده ناسی بیکم ها ناسی بیکم ناسی بیتاو کم چه وینو گوره ان شاء الله خدای مرا بنده چه نمی گوره ها صحیح ده تاکت لا لا وی دا ده یو دا ده پخوانی ده افسانو قصه نه امدا یو قصه ده نو اینا ما کم خو بازی بینو که کدام طرف میرم اینم تو صحیح وز بعد از سرگ د سر بچیتی که او ام دسی بدی دینه توکل په الله ز په خیر سره شو ګورو شه عمر سب کوم پاته کومره کوم طرف هست همی جس ها خب بیننده عزیز ما مو کار می کنم که گفتن از سه درخت یا نهایتش پنج درخت او طرف کسی رفتن نمیتونه یعنی حتما رای خود گم میکنه یا از طرف دست چپش که دریاچگک است و دست راستش هم که درخت هاست ممکن در درخت ها بخوره ما می رقم هستم نه؟ بخیر من از همیالا می ترسیم الله دی بخیر باشی زب خیر سره بری بینم تو توکل تر الله خب بیننده عزیز ما روان هستم کامره رخ با من نفهم که در کدام نقطه است
منتها یک گپ دیگه از بینندای عزیز که خدا را هزار بار شکر که دست و پای سالم و چشم سالم به کلیگم شما نصیب کرده. یعنی 5 دقیقه که چشم آدم بسته میشه، 1 دقیقه که چشم آدم بسته میشه، 1 ثانیه که بسته میشه، فضا سر تاریک میشه دیگه. یعنی حالا هیچ چیزی دیدن نمیتونیم. چند درخت شد؟ نه دیگه تو برو بخیر است که رفتی بخیر دیگه. گمشکو میگم مال کن طرف نخورم. خیر تو برو اگر انحراف کردی ما میگیم که انحراف کردی. مجدی سه بس 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 بیادر بس است بس صحیح شد. هم دقا جایی که اونو نکه انحراف دیگه خراف لاده خراف شد. صحیح ده؟ دقا نو دقا سیو حالت لرین اونو پیگم اشی کم خاک بکم افسانه و بعد نباید سره. من اگلی سیده بودم. جالب چی که من مستقیم به این طرف چرا قم آمدم این درخت دومیم نشد. بله. والا جالب است. عجیب دارو دقا سیو سلری تلسمات تل پیگم چه از خبرم. یا این زمین خودش دور میخوره این طرف. اگر ما سیده بودم ایش تو این طرف آمدم. بر صورت بیننده عزیز واقعا هم سخت است. این تجربه است اگه شما ما اومدیم کدام وقت باغ مملکت رفیقا و دوستا یک دفعه میگار امتحان بکنین، اما احتیاط بکنین یک نفر مثل کنال عمری صاحب صدا که اگه صدا نمیکرد رفته بودم زده بودم خودم طرف او گار میکردم. بریم خیلی پیشتر کنیم مخیلا شده بعد در تخچیم و گروه دقل تا تخچیم او پورت هم شده چی دلتا به امیر حبیب الله خان بلتا شما لگولو دلتا به افشارون بیراتلو و ببراتلی دقل تا ده او دقل جی که دا شمی زین دی پورت هم زین نشته دلتا افشار هم او چمندونه و داخل در خلق بلده سران که ناستل او دیر بزیاد غیر از این کامجه کلانتر هم از هونه او هلتا شته ده نور دادری جه نور هم شته ایره بیننده عزیز بخشیسته میتونی پایین بین؟ که دیش چل تلاو شو گورو کدو تا گوره امی جم خوب جای است خدا خوب خبره اینی جای که بیننده عزیز میبینین عمری صاحب میگه که در زمان امیر خان پا وقتی امیر حبیب الله خان تو در زمان امیر حبیب الله خان اینی تاقچگکایی را که میبینین اینجا شمه را میمانده همون تا یک گپ است. بله او دقل از این تاقچگک ها چند تاست بالا دیگه؟ دری سلور تاقچی دی دقسی چه بیا بده تا دا چه کلا چه وو براتلی او دلتا به غرزه دی دا شم اون پورتا دلتا به کلا برا مهنسا شو دی سیمی در طول منظره باید تغییر کچی دا دقسی هم پش مگ ببینم که چو میره انتیکک باز جور کردن من فکر میکردم که شاید روی اوا گرفته باشه یا اوا زیرا میای ای رقم او میای میای ولی ایج مثل افشار تا میشه در پشت سر شمع روشن می باشه اینه ایج اینه میال لینا دیده میشه لین چی است و ایره خو به حساب حال مصنوعی جور کردین خو ولی او وقت او شمعی که سابق بود اون رو تو یک شمع داشتن و اینه دوباره ترمیم شده کمی یعنی معماری و آبادی ما قدر خوب بوده که ما کوش میکنیم حتی در بعضی چیزهای خود یکان چیزهای جالب را بریزیم. به هر صورت خداوند امنیت بیاره دوباره این چیزها بیتو رونق بگیره و مردم بیشتر دلگرم شوند به اینجا امری صاحب امشالله خدا مهربان است. رازه چی دقیقه چیز جگی گو او دستی بولار شو در نور فواره او در نور زینو بود بود زیبایی ای باغ را اینه میشه زاجور میکنه که بالا میشه. من په دا وخت کې چې په دې هغه کې شروع کول موږ وی چې بسم الله او بسم الله سره وی هغه رڼاګانې او ورسره بیا موږ د مخې نه غوریم لا یو ته په تیاره شوه شپه وی څوکم یه قصه افسانه ای است 500 سال پیش د اینجا با مدرنده که آمده و گفتن که اینجا ابزای حدود و امساره وقتی که زد اینجا آو برآورد مسلمان ها دو جا غسل میکرد این دو وقت می آمدن وقتش می آمد این می جا غسل میکردن عروسی میکردن می دادن می گرفتن این 15 شوشان که پوره می شد بعد حرکت میکردن می رفتن